سلام، این نمایشنامه انتخابات به جای اکشنش رسیده. روند آخر مشاجره ها هم که برگزار شد. بفرمایید، اون عزمایی که اون بالا نشسته پوق دیگه. با این همه خط نشونی که کشید و این همه سیستم کنترلی، آخرش دیدید چطوری پاچه همو گرفتن؟ من خواهش میکنم کاندیدای محترم از سابقه خودشون نترسن، سابقه شون شفاف به مردم بگن. کسی که بیشترین سابقه حضور در قوه قضاییه داره و باید پاسخگوی 30 سال عملکرد قوه قضاییه باشه آقای رئیسیه. آقای قالیباف در یک دوره طولانی مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودن، باید عملکرد خودشون توضیح بدن که چه اقدامی انجام دادن. قاچاق کالا رو چرا آقایون دولتی باش برخورد نمی‌کنن؟ وزرای اونجا پایه‌گذار حقوقای نجومی میشن، مثل خود جنابالی که در دوره وزارت پاداشای چند میلیاردی هم تصویب میکنید برای خودتون، هم میدین به همکارانتون. وزیری که کار فرهنگ داره، واردات غیرقانونی داره انجام میده، بعد شما میتونید پیشگیری از قاچاق بکنید؟ ما باید شفاف سازی بکنیم، ما باید اجازه بدیم به رسانه ها که حرف بزنن. اگر رسانه یک کلمه گفت که آقا چرا فساد در املاک نجومی به وجود آمده، این املاک رو به کیا دادن، فوری نریم دستگیرش بکنیم، آزادش بذاریم حرفش بزنه تا جلو مفاسد گرفته بشه. جناب آقای رئیسی، اینکه قوه قضاییه مبارزه کرده و مبارزه با فساد و قاچاق کرده و روز به روز هم اضافه تر شده، پس معناش اینه که قوه قضاییه حداقل در مسئولیتی که ایشون داشته خیلی ضعیف عمل کرده. آقای میرسلیم، دولت ایدئال شما قاچاق کالا رو به 25 میلیارد دلار رسوند. باید انسان شرمنده باشه این ارقام وقتی میشنوه. جناب آقای قالیباف، خیلی خوب شد شما عادت کردین مثال خلاف خیلی محکم بگید. آقای قالیباف، املاک مردم چی کردی؟ طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور 2200 میلیارد تومان املاک مردم بخشیدی، تخفیف‌های نجومی دادی، آپارتمان 10 میلیارد تومانی رو 2 میلیارد تومان دادی، نه پول گرفتی، گفتی 20 ساله بیان پولش بدن. چرا جلو تحقیق تفحص شورای شهر گرفتین؟ نگذاشتین اعلام بکنه؟ چرا کسی که افشا کرد متاسفانه 3 ماه گرفتین در سلول انفرادی زندانش کردین؟ بانک سرمایه که سهامش متعلق به شهرداری بود، به یکی از کسانی که مفسد اقتصادی بود به چه شیوهی واگذار کردن؟ بله، وقتی میگیم تلسم شکسته بی خود نگفتیم، اینم نمونهش. ببینین عزما چی گفته بود که اینطوری حرفش رفت زیر پای گرگای در حال جنگ. اگر قانون شکنی کنن، اگر بد اخلاقی کنن، اگر با حرفهای خود دشمن رو به خودشون امیدوار کنند، انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد. سعی کنند گسلهای اعتقادی یا جغرافیایی یا زبانی یا قومی این گسلها رو تحریک نکنند، مراقب باشند. دی مثل این که دفعات قبل خوب گوششون رو نکشیده بوده که حالا دوباره اومده و یه پیچ دیگه به گوش این نخالای دراز گوش که شدن نامزد انتخابات میده. دیگه مراقب چی باشن؟ بنال ببینیم ترس و لرزت از کجاست. مراقب باشن نامزدهای ریاست جمهوری به خاطر خطای در تشخیص کاری رو که دشمن نیمه کاره انجام داده و نتوانسته پیش ببره، به نفع دشمن این رو تعقیب نکنن، این گسلها رو تحریک نکنن. بله، وحشت و بزرگ. خب اوزی، بگو دردت چیه؟ کسی بر علیه امنیت این کشور بخواد قیام بکنه، قطعا با عکس العمل و واکنش سخت مواجه خواهد شد، این رو بدانن. در انتخابات باید امنیت به صورت کامل محفوظ بمانه. هر کسی که از این راه تخطی بکنه قطعاً بدان سیلی خواهد خورد.
آها پس این تو ببین اونی که سیلی میزنه ملت ایرانه، اونی هم که سیلی میخوره تویی و نظامت. ضمن این که حوز ما توصیه میکنم این نوشته روزنامه باند خودتو بخونی. نوشته بود رو باروتی نشستین که روشن شده. نوشته بود بترسین که یه جرقه واسه سوزوندن تر و خشک نظام کافیه. اوزی وقتی بارود منفجر شد و سود شدی هوا، مزه سیلی رو تازه حس میکنی. حالا ببینید مهراش چی بلغور کردن. له کردن ارزش‌های نظام و تحریک قومیت‌ها و مذاهب و از همه مهمتر حمله به امنیت به قیمت رسیدن به قدرت، یعنی دولت مستقر، نه برای مردم و کشور که برای شعارهای انتخاباتی خود هم پشیزی ارزش قائل نیست. اعتدال کجا؟ انتحار کجا؟ بله، به این میگن خودکشی از ترس مرگ. عظما دفعه قبل تو سال 92 وقتی مجبور شد به روحانی تن بده، لیبرتی رو اون شک بارون کرد. حالا چی کار کنه که حمله به اشرف و لیبرتی دیگه اثری نداره؟ به جاش میاد این حرفا رو میزنه. با این حال ببینی شاگرد رفسنجانی تو اینستاگرامش چی نوشته. ما مخالف حصر ایرانیم. ما راهمان را انتخاب کرده ایم. راه ما آزادی است. چه خنده دار، راهش آزادیه. ما فکر کردیم میره چهار را کوکاکولا. آخه شیخ بری، ادای رفسنجانی رو در آوردن به این سادگی ها نیست. برای رسیدن به آزادی باید از انقلاب عبور کنی، یعنی فاتحه کل نظام خونده است. یعنی به پای رکاب ماشینتونم نمیذارن برسید.